سلام، اینجا درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. امروز میخواییم در مورد این سوال صحبت کنیم که چرا نباید شبها ناخونهای من را بگیریم. ضرر و زیانهای ناخون گرفتن در شب از افسانه های قدیمی است که در برخی جاها توجیهاتی به ظاهر علمی نیز برای آن ارائه شده است. ظاهر این افسانه در حدی بدوی و ساده لوحانه است که پرداختن به آن شاید لازم نباشد، ولی با توجه به انعکاس نسبتاً زیادی که این خرافه اخیراً در بین شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان پیدا کرده است، ناچاریم به آن بپردازیم. در کشف دلیل علمی ممنوعیت ناخن گرفتن در شب گفته شده است، طبق تحقیقات اخیر دانشمندان مشخص شده که کلسیم اضافه بدن در ساعات پایانی روز در ناخن‌ها جمع می‌شود و از ناخن‌ها به عنوان انبار موقت کلسیم بدن استفاده می شود و این کلسیم اضافی در ساعات آغازین روز به گردش خون باز می گردد و مورد مصرف قرار می گیرد. گرفتن ناخن‌ها در شب باعث از بین رفتن این کلسیم ذخیره شده خواهد شد. همچنین کمبود کلسیم اولین آثارش در بینایی مشاهده می شود. شایعه مطرح شده مبنای علمی ندارد و علاوه بر اینکه کلسیم در ناخن‌ها ذخیره نمی‌شود، مکانیزمی نیز برای ذخیره شدن این کلسیم در شب و بازگشت دوباره آن به بدن در روز وجود ندارد. مشخص نیست هدف این شایعه پردازی چه بوده است، ولی به احتمال زیاد توجیهی برای یک افسانه قدیمی است. بر اساس یک افسانه ژاپنی، ناخن گرفتن در شب می‌تواند به مرگ منجر شود، عمر را کوتاه کند و ارواح خبیثه را جذب کند. همچنین برخی اعتقاد داشتند که بخشی از روح شما در ناخن‌هایتان قرار دارد و گرفتن آن در شب باعث می شود بخشی از روح خود را در شب پر از ارواح خبیث آزاد کنید. تقویت باور ممنوعیت ناخن گرفتن در شب می تواند ریشه در زمانی داشته باشد که نور کافی در شب وجود نداشت و انسان‌ها از نور آتش و چراغ به عنوان روشنایی استفاده می کردند و ناخن‌های خود را با وسایل نوک‌تیز می‌گرفتند. کمبود نور و استفاده از این وسایل می‌توانست باعث شود انسان‌ها در هنگام ناخن گرفتن در شب به خود صدمه بزنند. همچنین در این حالت ممکن بود تکه‌های ناخن در غذای انسان بیفتد و مشکلاتی برای او به وجود آورد. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفاً برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید و به دوستان خود معرفی کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستیم.